اللهم صل الله على محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امشب شب بنا بر روایتی شب قدر است و بنده هم بنا دارم راجع به خود شب قدر صحبت بکنم و اینکه چی بخوایم و تو مختاری دو و چجوری بخوایم که به نتیجه برسیم یک نگاه ظاهری به شب قدر وجود داره و یک نگاه باطنی به شب قدر قدر به معنای اندازه است این مقدار آب میخوام این دوستت دوست دارم میشم شب اندازه ها و پیمانه هاست اولا یک ارزی بکنم راجع به تفاوت قدر و قضا قدر همونجور که عرض کردم از اندازه و اندازه گیری میاد و یعنی خداوند متعال هر چیز رو روی اندازه خلق کرده خدا من مطال در قرآن میفهمد انا کل شیء خلقناه به قدرن و نباید انتظار داشته باشید که خداوند به خاطر من و شما اندازه ها رو چکار کنه تغییر بده و عمرن تغییر نخواهد داد. ما در استفاده از اندازه ها و قدرها کاملا مختاریم کاملا دست خود ماست ما توی ریاضی به یه سری فرمولا عبارت حالا فرمول عبارت ها میگفتیم عبارت های جبری درست یا نه اسمش روش بود یعنی مثلا چه میدونم y مساوی x دو به x عدد میدادیم بعد برای ایگر عدد میگرفتیم از تابه من و شما مختار بودیم چه عددی رو بذاریم توی تابه درست یا نه اختیار تام داشتیم هر عددی دو بذار سه بذار پنج بذار اما جبر کجا بود اینکه این تابه هر عددی بهش بدی زب چی میکنه خودش میکنه به توان دو میرسونه زب خودش میکنه دیگه پس یه نکته جالب هست از توی این تابه عدد منفی بیرون نمیاد شما این که کم عمر کنی یا زیاد عمر کنی کاملا دست خودته مثلا یه سله ارهام عمر رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه از این فرمول استفاده کن دوست نداری استفاده نکن پس نه ما جبر محض داریم نه اختیار چی؟ محض یه چیزی بین این دوتاست شما مختاری که از کدام جبر استفاده کنی یک سری فرمول ها هست برای کل موجودات برای همه آدم هاست. خداوند مطال در قرآن میفرماد ما اصل رو شفا برای کی قرار دادیم؟ لناس لن یعنی کافر هم اصل بخوره ازش چیه؟ بهره میبره مومن هم بخوره میبره اما یه آیه دیگه داریم میفهمم و من القران ما هو و شفا و رحمتون لل مؤمنین. یه بحثی داریم تو مده از زمان اسم گولدن تایم یعنی زمان تلایی یک زمانایی هست شما وری در شما خیلی میره بالا سینه نفر میگه آقا من وقتی صبح میشم درس میخونم خوب یاد میگیرم. یک کسی اصلا برعکس صبح خوابالوئه. نمیتونه. میگه من ساعت 10 تا 11 گلدن تایم ما این آدما با هم چیان؟ متفاوتن. تو کل سال بگردی یه شب هستش که این ویژگی رو داره. امشب یا شب 21م یا شب 23م این احتمال در موردش وجود داره. حالا دیگه خود دانی چه میکنید دیگه امشب؟ خیلی آدم باید بی عرضه باشه اینجا با گناه با گناه بره بیرون. خیلی یعنی واقعا با تاسف خورد به حالش یه تو گناهکار اینجا رفتی بیرون شما این مثال خوب براتون بزنم شما میخواین بری مسافرت میگی که خب من میخوام یه مسافرت سالم داشته باشم چون میخوام برم تو جاده حالا ماشین خود پرایده میگی بذار تو جاده مثلا ماشین رو بگیرم خطرناک جاده شمال دارم میرم مشکل پیش نیاد ماشین محکم نیست بقولی برای شهر خیلی خوبه برای تو جاده ماشین های بهتر از اون هست بعد این یه رعایت باری شما یه قدر رو یه خورده تغییر دادی آقا ما یه سرنوشت داریم این شنیدید دیگه حرف غلطیه ما کاملا سرنوشت های مختلف داریم تو هر کدوم رو میخوای انتخاب میکنی مثلا این اینه, اینه که عمر این فیتیله چراغ اگر کامل صبح تا شب روشنش بذاری با بیشترین توان دو روزه تمومه خدا مقدر کرده که انسان مختار باشه خود خدا میفرما تمام این کارایی که میکنید هر آنچه که ممکن اتفاق هر آنچه که محتمله و ممکن اتفاق بیفته همش محفوظ در کتاب مبین شما میلیون ها راه میتونی بری و هر راه باز به هزاران راه منتج میشه هر کدوم انتخاب کنی تو تو جبر الهی و تو علم الهی داری دیده میشه بهترین این راه ها اون راهی که عالم ترین انسان ها انتخاب میکنه و عاقلان ترین کار اینه که امشب آدم بره سراغ کی؟ عالم ترین انسان خدا شاید اگه همین نکته که گفتم و گرفته باشی نه برای امشبت برای کل زندگی بست. اما اگه یه نفر همزمان اونم ببینه اونم ببینه و همه رو با هم یه جا داشته باشه چی؟ بهترین انتخاب میکنه بعضی اینجوری دل میدادن به معصوم وقتی یک نفر خودش را میسپرد به خدا و قبول دارد و حسن اعتماد به خدا دارد ولو یک جا ضربه بخورد مطمئن است این کشتی داره سوراخ میشه بله داره ضربه میخوره اما هدفی است که در مجموع برای تو بهتر است کشتی قرارت حفظ شود این اعتماد به خدا دارید که ریشو قیچیرم شب دست خودش توکل میخواد از توکل بالاتر آدم باید راضی باشه به رضای خدا از اون بالاتر آدم باید تسلیم امر خدا باشه بعضی از درخواست از خدا بدون مبناست بعد انتظار داره خدا اینو برورده. خدایا ما رو از ما رو محتاج هیچ کسی نکن آخه مومن مگه میشه آدم محتاج هیچ کسی نشه آقا بی زحمت یه دقیقه اینو میدی به من من محتاج بودم به شما دیگه آخه این چه سوالیه این چه سوالی خواسته این چه خواسته یه بله اینو داریم خدایا من رو محتاج اشرار نکن خدای من که علم ندارم اما شما علم داری پس تو بین تمام این احتمالات برای ما یک دونه این راه ها هست که از همه چیه بهتر ممکنه میلیون ها راه خوب باشه اما یکیش بهترینه همو سرات و تو آقا مام صادق فرمود اگر شیعیان ما این کار رو بکنن ظهور جلو میفته اگر نکنن باید وایسن تا قضاشه قدرش دسته کیه ما ما باید بخوایم دیدید آقا صاحب از زمان چی می اگر شیعیان ما همین اگر شیعیان ما یعنی دست ماست تو دای میگی ولی مسارعین اله فی قضاء حوائجه میگه من جز مسارعین باشم چون که با سرعت میرم قضاء چی؟ حوائج حاجت های امامم رو برآورده کنم حاج... حاجت او چیست؟ اون امر شریف ظهوره که بعد از او یه چیز جالب به شما میگم خیلی از قدرها تغییر میکنه فرمولای جدید خدا میده اصلا تمام قواعد کنفیکون میشه مریضی دیگه پیدا نمی کنی گرسنه پیدا نمی کنی قواعد اقتصادی مالی دنیا میریزه به هم طلا از ارزش میفته پول معنی نداره نکته آخری که میخوام عرض بکنم این که یه مقامی ما داریم میگه خیلی بالا یه نفر برسه بین. مقام توکله. یعنی آدم به خدا چکار کنه؟ توکل کنه میرین چی؟ یعنی خدا رو وکیل خودش کنه بگه من نمیتونم کار انجام بدم خب میری وکیل میگیری که سر از دعاوی حقوقی در نمیاری میری وکیل میگیری میگه من سرده شما این کار انجام بده یه نفر وکیل بگی که از همه خیلی علمش بیشتر باشه همه دنبال بهترین وکیلن هزینهشم هم چیه بیشتره عالم رو میری وکیل میگیری خدا رو وکیل میگیری که برای این کار رو انجام بده بعضی از آدما هستن از این میرن بالاتر میگه خدایا راه و ریش و هم دست خودت این میشه مقام چی رضا پس تو مقام توکل ما چی؟ بازم نیازهای چی؟ خودم تو مقام رضایت خواست کی مد نظره؟ خدا از این بالاترش هم هست مقام تسلیم ببین من یه خواست دارم اما میگم خواست خدا راضیم ببین چی شد؟ دوست دارم بچم زنده بمونه رضای خدا درونه باشه بگیرش اما یه مقامی هست تسلیم اون چه مقامیه؟ میگه مثلا خواسته ای ندارم مولای من و شما در گودال چه خواست و حب حب از اعتماد نشأت میگیره دوستت دارم میدونم اعتماد بهت دارم امشب شب حبه یعنی اصلا دل تو به دست امیر دست پدر شما روش قیچی رو دست بابام بگیم یا ابانا استغفر لنا بابا جان شما برای ما استغفار من که نمیدونم چرا دعاهام نمیگیره میدونید یه تو همین قضا و قدر یه جای کار جای می... مثلا مادر دلش شکسته یه قفلی خورده هیچی هیچ اصلا نمیتونی نتیجه بگیری امشب شب قدر دست امام زمان وقت تمام مقدرات تمام موجودات تمام مخلوقات عرضه میشه بر امام زمانه و حقیقت شب قدر امام زمانه بابا خودشو بخوایم شب قدر شب مقدراته شب نوزدهم شما میخواید شب 21 م تصویب میشه حس و اضافه است 23 م واحدا رو میبندن کسایی هستن امسال بین ما نیستن کجان دل خاک یه دشون عادی رفتن تو دل خاک یکی دشون شهید شدن رفتن دل خاک شب قدرشون نوشتن هو شهید این شهیده هممونم گناهکاریم همه معصوم که نداریم که من از همه شما گناهکار به همین مشکی امیرالمومنین قسم گمانم بر اینه که در این جمع گناهکارتر از من نیست قسم خوردم اما امید دارم خواسته میشه اومدم مهمونی که نخوای که دعوت نمیکنی که آوردی اینجا زایم کنی ها آوردی خب خدایا من گناه کردم قبول میدونم معترفم نمیخوام هاشا کنم نامیت شیطانه هممون انشالله از اینجا دست پر میریم بیرون گناهمون پاک میشه میریم اللهم عجل ولی یک الفرج ولعافیت و نصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه